18 روز دیگر 318 محدوده مدنی جنوب کرمان به مزایده گذاشته می شود. منطقه‌ای که به قطب کشاورزی شهر است و کل معادنش تا بکنون 89 مورد بوده که البته 35 معدنش هم نیمه فعال و غیر فعال هستند. شمارش معکوس برای تغییر چهره جنوب کرمان آغاز شده. آینده‌ای که فعالان محیط زیستی دیدند چندان روشن نیست و مرجان شاکری کارشناس محیط زیست استان این تصمیم سازمان صنعت معدن و تجارت جنوب استان را اشتباهی جدی و رفتاری هیجانی خوانده است. شاکری معتقد است این تعداد معدن برای منطقه‌ای با کشاورزی فعال میتواند آسیبی جبران ناپذیر به دنبال داشته باشد، خصوصا که اغلب آنها معادن فلزی هستند و در نتیجه میزان تخریبی که ایجاد میکنند بسیار بیشتر است. با این وجود مسلم مروجی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت جنوب کرمان به کرمان نو میگوید از 318 محدوده‌ای که به مزایده گذاشته میشود 13 مورد پروانه بهره برداری گرفتند و الباقی در مراحل قبلی چون مرحله اکتشافند و حتی ممکن است فاقد ذخیره معدنی باشند. با این وجود از نگاه کارشناسان حتی فعالیت اکتشافی روی محدوده‌ای که بیش از 4% از تولیدات کشاورزی کشور را تامین میکند تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت. راه اندازی یک بار این پهنه‌ها آن هم در این ابعاد میتواند تیشه به ریشه این منطقه بزند و با نابودی آب و خاک و هوا شغل بسیاری از کشاورزان را بگیرند. هرچند که موافقان این امر اشتغال را دستمایه این اقدام قرار دادند، اما حقایق آماری نشان میدهد که عملا معادن و به ویژه معادن کوچک مقیاس نتوانستند بیش از چند نفر را به چرخه کاری اضافه کنند. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.